ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین همچنان در برابر آزادی یولیا تیموشنکو بانوی نخست انقلاب نارنجی کشورش مقاومت میکند. حتی اگر این آزادی یکی از شروط اولیه اتحادیه اروپا برای الحاق اوکراین به این اتحادیه باشد. مقاومت رئیس جمهوری اوکراین علیه آزادی تیموشنکو در نشست یالتا رنگ واقعی تری به خود گرفت. این موضوع در مجادله لفظی آقای یانوکوویچ در کنفرانس خبری با رئیس جمهوری لیتوانی کاملا روشن بود. رئیس جمهوری اوکراین در حضور ناظران و مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا دلیل اصلی هزینه بالای گاز پرداخت کشورش به روسیه را نخست وزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکو اعلام کرد. این در حالی بود که خانم رئیس جمهور در نقد صحبت‌های آقای یانوکوویچ اعلام کرد لیتوانی با وجودی که تیموشنکوی در کار نیست بهای بالایی برای گاز روسیه پرداخت می‌کند. بهایی بالاتر از بهایی که اوکراین می‌پردازد.